سلام، با 180 ثانیه جمعه 21 تیر ماه همراه ما باشید. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات بریتانیایی گزارش داد که نیروی دریایی بریتانیا ناوشکن دانکن را به خلیج فارس می‌فرستد تا جایگزین ناوچه مونتروز شود. به گفته مقامات بریتانیا، ناوچه مونتروز شامگاه چهارشنبه مانع از این شد که قایق‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران یک نفتکش بریتانیایی را به داخل آب‌های ایران بکشانند. تمامی متهمان سد لفور در شهرستان سوادکوه به جرم جریحه‌دار کردن عفت عمومی به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شدند. متهمان زن پرونده به پرداخت 50,000 تومان جریمه نقدی نیز به جرم بی‌حجابی محکوم شدند. 17 خرداد ماه سال جاری تصاویری منتشر شد که زنان و مردانی سوار بر قایق با پوششی ناهنجار از نظر مسئولان جمهوری اسلامی در این سد دیده می شدند. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران گفت همه مسئولان ایرانی بر کاهش تعهدات برجامی متفق القول هستند و اولین گام ادامه افزایش درصد غنی‌سازی است. او گفت که جمهوری اسلامی تصمیم دارد غنی‌سازی را تا 20% و هر مقدار که لازم داریم افزایش دهد و ملاحظه ی هیچ کسی را نمی کند. پلیس جبل الطارق از بازداشت 2 دیگر از خدمه نفتکش ایرانی گریس وان خبر داده است. این نفتکش هفته گذشته به ظن نقض تحریم‌های اروپا در رساندن نفت به سوریه در آب‌های جبل الطارق توقیف شد. روز پنجشنبه هم کاپیتان و افسر ارشد این نفتکش بازداشت شده بودند. فرزندان عباس امیرانتظام در آمریکا از جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بنابر چند فقره اتهام از جمله حبس غیرقانونی، شکنجه و ایجاد شرایطی که موجب مرگ پدرشان شده به دادگاه شکایت کردند. دادخواست این دعوی در نخستین سالگرد درگذشت آقای امیرانتظام در یک دادگاه فدرال در واشنگتن پایتخت آمریکا مطرح شده است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران، یک سازمان فعال در زمینه حقوق بشر، در گزارشی درباره وضعیت شهروندان بلوچ ایران گفته آنها در موارد متعدد با تبعیض در جنبه‌های گوناگون زندگی مواجه بودند. روحانیون اهل سنت بارها خواستار رفع تبعیض‌ها شدند. استان سیستان و بلوچستان از مناطق محروم ایران محسوب می‌شود. حمله انتحاری در جریان یک مراسم عروسی در استان ننگرهار افغانستان باعث مرگ دست کم 6 و زخمی شدن 40 دیگر شد. به گزارش رویترز، سخنگوی استاندار ننگرهار گفته است که این عملیات انتحاری از سوی یک کودک انجام شد.